به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از سیحون دری، دو انفجار پیهم در ناحیه پنجم شهر کابل. لحظات پیش صدای دو انفجار در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل شنیده شد. منابع امنیتی میگویند که افراد ناشناس دو قبضه بمب دستی را بالای پسته امنیتی منزل معصوم استانگزی، رئیس پیشین امنیت ملی واقع چارایی قنبر در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل پرتاب کردند. این منابع می افزایند که رویداد مذکور تلفات جانی در پی ندارد. و همچنان گزارش دیگری از سپوتنیک، فرمانده پیشین پلیس فرا با طالبان پیوست. فرمانده پیشین پلیس فرا و پدر معاون فعلی والی فرا به گروه طالبان پیوست. با گزارش سپوتنیک به نقل از تلو نیوز، دادالله خانی عضو شورای ولایتی فرا میگوید که تورن جنرال عبدالجلیل بختور فرمانده پیشین پلیس فرا به گروه طالبان پیوسته است. آقای خانی افزوده است که فرمانده پیشین پلیس فرا پدر معاون فعلی والی فرا می باشد. به گفته عضو شورای ولایتی فرا عبدالجلیل بختور با تعداد از افراد و سلاح دست داشته ایشان به گروه شورشی طالبان پیوستند. جنرال عبدالجلیل بختور فرمانده پیشین پلیس فرا و پدر معاون فعلی والی فرا به طالبان پیوسته است. و همچنان گزارش دیگری از سایت خبری سپوتنیک، پاسخ گروه طالبان به نگرانی هند. گروه طالبان درباره نگرانی هند از قدرت گرفتن آنان و سهیم شدن در دولت آینده افغانستان به این کشور پاسخ داد. با گزارش سپوتنیک، رسانه های افغانستان امروز یک شنبه به نقل از ساحل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشت که وی منتظر تماس رسمی هند با این گروه نمانده و به یک رسانه ایندی گفته است که این گروه بر اساس منافع ملی و احترام متقابل با کشورهای دیگر رابطه خواهند داشت. وی افزوده است که طالبان می خواهد با کشورهای همسایه از جمله هند رابطه مثبتی برقرار کند و ما از سهم و همکاری هند در بازسازی آینده افغانستان استقبال می کنیم. شاهین در واکنش به نگرانی هند در مورد قدرت گرفتن طالبان در آینده گفته است که طالبان هیچ برنامه فراتر از مرزهای افغانستان ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان در دور تازه از سفرهای خود به کشورهای منطقه روز جمعه در هند با مقامات این کشور گفتگو کرد. خلیلزاد دو روز پیش در مصاحبه با یک رسانه هندی گفته بود که هند نقش مهمی را در پیشرفت افغانستان داشته اما در تلاش‌های بین‌المللی صلح نقش بازی نکرده است. به گفته خلیلزاد، هند و افغانستان با هم روابط تاریخی دارند. گفتگو بین هند و طالبان و مطرح شدن نگرانی هند در رابطه با توریسم مهم است که بین طرفین مطرح شود. و همچنان گزارش دیگری از سایت خبری هشت صبح، تفاهم سیاسی ارگ و سپیدار و تأثیر آن بر روند صلح. بعد از توافق صلح بین گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا، انتظار می‌رفت در پروسه صلح پیشرفت حاصل گردد. اما تنش سیاسی بین ارگ ریاست جمهوری و جنای ثبات و همگرایی سبب تأخیر در روند گفتگوهای صلح شده است. علی‌رغم اینکه تلاش‌های نیز در جهت اعتمادسازی بین طرفین منازعه از طریق آزادسازی تعداد از زندانی‌های طالبان و حکومت صورت گرفت، ولی این امر تأثیر چندانی در تغییر رفتار و سیاست جنگی گروه طالبان نداشت. همچنین بر اساس ارزیابی و تحلیل آگاهان سیاسی جامعه غرب، اختلاف سیاسی پس از انتخابات به صورت مستقیم تأثیر منفی بر روی روند صلح داشت و دولت را در موضوع ضعیف‌تر قرار داده است. از سوی دیگر نیز تمایل نداشتن طالبان به ادامه گفتگو و مذاکره سبب شد طرفین بخشی از فرصت‌های به وجود آمده جهت تنش‌زدایی و حل منازعه را از دست بدهند.
از این رو در هفته گذشته نگرش حاکم در بین تحلیلگران غربی در امور افغانستان این بوده است که نقش صلح امریکا در مورد سازش و حل منازعه با گروه طالبان بدون حل اختلافات سیاسی ارگ و سپیدار امکان پذیر نیست. به عنوان نمونه می توان به تحلیل مرکز مطالعات امنیتی زوریخ اشاره کرد. مبنی بر این که تهدید منازعه قدرت سیاسی بین دو طرف نسبت به میزان تهدید نظامی هایی که از سوی گروه طالبان ناشی می شود به مراتب نگران کننده تر است. در این تحلیل راهبردی پیش بینی شده است که طالبان توانایی دستیابی به پیروزی در مقابله ارتش و نیروهای امنیتی را به آسانی ندارند، اما ادامه اختلافات بین جناح‌های مطرح سیاسی باعث بی‌ثباتی و ناامنی شدید در موضوع کشور خواهد شد. پیش بینی نتایج منفی دورنمای اختلافات سیاسی جناح‌ها قطعا وخامت اوضاع را در پی دارد، لذا بایست عبور از این بنبست را یک گام مهم و ضروری به شمار آورد. این مسئله از دو منظر قابل بررسی و کنکاش می باشد. تحکیم و تقویت ثبات سیاسی. طرف نظر از گرایش های سیاسی دو جناح مطرح در کشور، درک مشترک و همکاری های راهبردی این دو جناح به صورت مستقیم می تواند باعث تحکیم ثبات سیاسی و حفظ نظام شود. علی‌رغم این که مردم افغانستان از حکومت‌های ائتلافی به دلیل عملکرد منفی این حکومت‌ها در زمینه توسعه سیاسی و اقتصادی خاطر خوشی ندارند، ولیکن باید یادآور شد که شکست دموکراسی در حوزه انتقال قدرت سیاسی از طریق انتخابات سبب شد افغانستان بار دیگر حکومت مبتنی بر تفاهم را تجربه کند. از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که دیدگاه حاکم در مراکز راهبردی متحدان افغانستان به ویژه امریکا این است که با توجه به پیشرفت خیلی محدود در باب دولت ملتسازی در افغانستان، هویت مردم این کشور هنوز قوم محور است و نه ملت محور. با این وجود تا رسیدن به موقع‌های بیشتر در عرصه دولت ملتسازی این کشور ناگزیر است که به خاطر عبور از تنش‌های قومی حکومتی فراگیر با حضور رهبران قومی ایجاد کند. در عین حال باید این مهم را نیز در نظر داشت که حکومت‌های مبتنی بر نگرش قومی بیشتر فرود محور می‌باشند. در نتیجه نمی‌تواند راه حل مناسب در دراز مدت باشد. بنابراین این توسعه و تغییر مثبت این کشور بستگی به شکل‌گیری و حمایت حکومت‌های اندیش محور دارد. اما هر گونه تغییر و رهبر تحولات بعدی در مسیر درست بستگی به حفظ نظام و ثبات سیاسی در کشور دارد. دوم، چشم‌انداز صلح. رهبر پروسه صلح توسط تیم ثبات و همگرایی و حضور آقای دکتر عبدالله و دیگر رهبران سیاسی ممکن است سبب شکلگیری اجماع ملی به عنوان رکن مهم پیشزمینه صلح شود. اما انتظار می رود شورای عالی صلح فقط به عنوان جایگاه تشریفاتی حضور رهبران سنتی قرار نگیرد، بلکه ماموریت اصلیش که همانا دستیابی به تحقق صلح پایدار است را دستور کار خود قرار داده و با جدیت پیگیری کند. به نظر می رسد موفقیت پروسه صلح در کشور بستگی به تدوین طرح و نقش جدید و به روستری دارد که بتوان با استناد به آن به طور شفاف و واضح مرحله به مرحله آن را رهبری و به عرصه ظهور رساند. در غیر این صورت بدون داشتن استراتژی عمل مناسب، ارزیابی و شناخت دقیق تمام جزئیات و عوامل جنگ و فاکتورهای موانع صلح نمیتوان به موفقیت چندانی دست یافت. در حالی که تلاش‌های آقای خلیزاد در چارچوب استراتژی صلح آمریکا به منظور ختم جنگ در کشور ستودنی است، اما در مجموع از لحاظ تقویت و حمایت روند صلح موفقیت چشمگیر در شکلگیری اجماع منطقه‌ای نداشته است. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد تحقق صلح در کشور در گروه همکاری‌های کشورهای منطقه می‌باشد. از این رو دستیابی به صلح بدون داشتن یک دیپلماسی فعال منطقه‌ای با آسانی امکان پذیر نیست. در چارچوب دیدگاه منطقه‌ای گفتگو و سازش اعتمادسازی و توسعه روابط سیاسی با پاکستان می تواند نقش کلیدی در موفقیت صلح بازی کند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.